روز سرمو انداخته بودم پایین و از سر تمرین راهی خونه بودم که یه مرتبه دیدم یکی مثل کفتر جلد یه نامه گذاشت تو دستم و فرار. یه مدت هم تو هاج و واج دور و برمو نگاه کردم و مونده بودم که چیکار کنم تا بالاخره به خودم اومدم و نامه رو باز کردم و دیدم بله، طرف یه عاشق سینه چاکه. نوشته بود: پری چهره من، زیبای من، بلبل خوشنوای من، رعنای من. رعنای من؟ من که نیم وجب خط بیشتر ندارم. از همون لحظه که دیدمت، اون برق نگات، اون چشمون سیاد، اون چشمون شهلات، اون چشمون زیباد بد جوری اسیرم کرد. راست راستی خاطر خواد شدم. اسیرتم، عاشقتم، میمیرم برات. اونقدر سر راد سبز میشم تا قبول کنی که منو ببینی. منتظر جوابت هستم که بگی کی بیام و کجا بیام. جوابو یه جوری برسون به در دکون مشفلا. آدم مطمئنی و به کسی چیزی نمیگه. آخرشم نوشته بود: بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمیشود. همون موقع فهمیدم که این عاشق سینه چاک تای درس عبرتی نگیره ولکن نیست و اگه ادبش نکنم ممکنه کار دستم بده. این بود که تصمیم گرفتم جواب بدم. خیلی کوتاه و مختصر براش نوشتم که باشه، میام ببینم که کی هستی و چی هستی، تو هم فردا رأس ساعت 3 بعد از ظهر بیا فلان میدون و وسط میدون وایسا. آخه ساعت 3 بعد از ظهر مرداد ماه تهران گرمترین موقع روزه. بله، نوشتم بیا برو وسط میدون وایسا و از جاتم تکون نخور. یادت باشه که رأس ساعت 3 بعد از ظهر بیای و وسط میدون وایسی تا بتونم تو اون شلوغی پیدات کنم. از جاتم تکون نخوری یا؟ در ضمن شما هم از این به بعد کاری چیزی، نامه چیزی، پیغامی داشتی، برو بده به همون مشفلات، من میرم در دکون ازش میگیرم. خلاصه عصر اون روز این نامه به دستش رسیده بود و فرداشم آمد سر قرار. منم که مشخص بود که سر قرار برو نیستم، فقط میخواستم ادبش کنم. اما رفتم همون گوشه موشه ها یه جایی وایستادم، یه جای امن تا منو نبینه که ببینم میاد نمیاد، کیه، چیه، چی کار میکنه. سر ساعت 3 دیدم یک جوون ترگل و برگل اومد و صاف وسط میدون وایساد، تکونم نخورد. اما خب معلوم بود که خیلی خوشخیاله و خوشحال، چون بعد از 2-3 دقیقه زد زیر آواز. آره، یه هایی خوند: های نرمک نرمک از لب چشم می آید، رنا خندان خندان ناز و کرشم می آید، رنا درازی گل مایی، رنا چه بلایی، رنا اندک اندک بر سر کویت افتادم، رنا لنگان لنگان راه وصالت پیمودم، رنا لنگان لنگان راه وصالت پیمودم، رنا لنگان 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 راه وصالت پیمودم. منم تا دیدم که مشغول آواز شد و مردم دور و برش جمع شدن زدم به چاک. روز بعد رفتم در دکون و دیدم بله، یه یادداشت پر از گلایه گذاشته و بر من گفته که سر قرار اومده و 2 ساعتم صبر کرده اما از من خبری نشده و چه و چه و چه و چه. من افوری یه یادداشت عذرخواهی نوشتم و دادم به مشفلان و بعد اضافه کردم که همونطور که میدونی پدر من سختگیرن، هر ساعتی که من نمیتونم از خونه بیام بیرون. اما خب معمولا اون موقع روز پدرم میخوابن. حالا شما فردا همون ساعت همونجا بیا، من خودم رو میرسونم. باز فردا سر ساعت 3 دیدم اومد و وایساد و بازم چند دقیقه بعد زد زیر آواز. موندی یه زوزون هر کجا باشم چون نازنین دوری هر کجا
سیاهی دو چشمت همین برده دهی امروز و چون نازنین گلی چون نازنین من از روز از دیوانه چون نازنین گلی چون نازنین من از روز از قرار بنده خدا انقدر اونجا وایستاده بود تا علف زیر پاش سبز شده بود. روز بعد که رفتم در دکون و نامه گلای آمیز رو گرفتم بازی یادداشت گذاشتم که آره باز نشد اما دیگه فردا هر طور شده میام، اگه زمین به آسمون بیاد من فردا خودم رو میرسونم. روز بعد دیدم با قیافه ماتم زده و ناامید سر ساعت اومد و باز زد زیر آواز، اما این بار چه آواز، یک تصنیف پر از سوز و گداز. دیگه اون روز فهمیدم که درسشو گرفته و فهمیده که من بیاش نیستم و دست از سرم برداشت. چند بار دیگه هم این ترفندو برای چند عاشق مزاحم دیگه به کار بردم، اما آواز روز سومش هنوز تو گوشمه که میخوند چه خوش سید دلم کردی به نازم چشم مستت را که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد از این خوشتر Yeah.